به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز شنبه 15 اقرب 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود به 6 نوامبر سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، جان باختن بیشتر از 20 نیروی مرزی اثر حمله طالبان در فرا، تراژدی دانستن افزایش تلفات نظامیان کشور از سوی ناتو، جدا شدن جبهه نوین ملی از بدنه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان، گشایش دهلیز هوایی میان افغانستان و چین، و جان باختن بیشتر از 80 تن در کامرون از سوی مردان مسلح ناشناس. من سید فرید سنایی هستم. در حمله طالبان بر یک پایگاه نیروهای مرزی در ولسوالی پشتگاه فرا بیش از 20 نیروی مرزی کشته شدند. ولسوال پشتگاه فرا میگوید این حمله نزدیک ساعت 2 دیشب زمان آغاز شد که طالبان بر این پایگاه یورش بردند و می‌افزاید که 20 نیروی مرزی دیگر نیز از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. وزارت دفاع ملی با تایید این رویداد از تلفات آماری در دست نمی‌دهد. احمد شکیب محمدی گزارش می‌دهد. حمله مرگبار بر نیروهای مرزی کشور، به گفته حکیم ولسوال پشتکوه فرا، طالبان نزدیک ساعت 2 دیشب حمله تهاجمیشان را بر یک پایگاه نیروهای مرزی در این ولسوالی آغاز کردند. حمله که در نتیجه آن 20 نیروی مرزی کشته شدند و 20 تن دیگرشان از سوی طالبان اسیر گرفته شدند. با این حال منابع امنیتی که نمی خواهند از آنها نام گرفته شود می گویند که در این پایگاه بیش از 70 نظامی وجود داشت. وزارت دفاع ملی با تایید این رویداد از تلفات نیروهای مرزی آمار در دست نمی دهد. متاسفانه در سرحدی ځواکونه هم په دې پیښه کې تلفات لري چې دغه تلفات و ارقام به د بشپړ څېړنو نه وروسته له تاسو سره شریک کړم. طالبان نیز ادعا کردند که در این حمله 30 نظامی را کشته و 20 تن دیگرشان را به اسارت گرفتند. منابع میگویند که شماری از جنگ‌افزارهای سبک و سنگین نیروهای مرزی مشمول چند تانگ هاموی این نیروها نیز به دست طالبان افتاده است. حمله ای که اعضای مجلس نمایندگان آن را ضربه محکم به نظامیان کشور دانسته و رهبری این نیروها را متهم به ضعف و بی‌پروایی در کار جلوگیری از آن می کنند. حلقات در درون نظام با مقاصد خاص طایفه‌ای و قبیله‌ای متاسفانه در پشت خشونت‌ها و تشدید ناامنی‌ها هستند. طالبان در حال بر نیروهای مرزی در فرا حمله کردند که ولایت‌های غزنی، اروزگان، سرپل و برخی از بخش‌های دیگر کشور نیز گواه ناآرامی‌ها هستند. ناآرامی‌هایی که طالبان آن را به بار آوردند، جنگ‌هایی که رئیس اجرایی کشور سهلنگاری در کار جلوگیری و رسیدگی به آنها را در بخش‌های از کشور پذیرفته است. جبهه ملی نوین افغانستان از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان جدا شد. سخنگوی این حزب میگوید این جبهه از بحر اختلاف در مورد ساختار دولت و دوام تشکیلات ریاست اجرایی دولت در حکومت آینده از این ائتلاف جدا شده است. اما سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید آقای احدی به خاطر انتخاب نشدن این ائتلاف به حیث نامزد ریاست جمهوری از ائتلاف کنار رفته است. در همین حال رئیس جمهور غنی هر گونه گفتگو با جریان‌های سیاسی را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری رد می کند. آغاز نخستین همپاشی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان. هنوز رای پرخم و پیچ ائتلاف بزرگ ملی افغانستان برای رسیدن به یک دسته انتخاباتی پایان نیافته است که آقای انورالحق احدی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از بدنی این ائتلاف جدا شد. دوام ریاست اجرایی دولت، تشکیل مقام صدارت با 3 معاون و اصرار بر عدم مرکزیت
در دولت فاصله فکری نسبتا کلان را بین اعضای جبهه ملی و ائتلاف ملی نشان داد. اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان کنار رفتن آقای احدی را انتخاب نشدن این چهره باعث نامزد از سوی این ائتلاف می‌داند. بحث اساسی آقای احدی این بود که به عنوان یک تیکیت می‌خواست نامزد باشه، اما ائتلاف بسیار زیاد به اصطلاح بسیار رضایت در این مسئله نداشت. در سوی دیگر از کنار رفتن عبدالرشید دوستم از ائتلاف بزرگ ملی افغانستان سخن زده می‌شود، اما جنبش ملی این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده و می‌گوید نه خیر، موسم اول ریاست جمهوری که هیچگاه تصمیم یا نیت و اراده و فکری اصلا از اینکه خودشان مستقلانه عمل بکنه و خارج از ائتلاف چنین چیزی را من بیاد ندارم، نادرست یک گپ است. افسون بر این گزارشات در مورد گفتگوها میان تیم رئیس جمهور غنی با ائتلاف بزرگ ملی افغانستان نیز سر زبان ها است، اما آقای غنی هر گونه گفتگو در این مورد را رد می کند. مسائل انتخابات فعلا ریاست جمهوری موضوع عمده اساسی ما در این مرحله نیست. در زمانی که پروسه شروع شود و در چارچوب از او برنامه اعلان خواهد شد. این گفته ها در حال مطرح می شود که در روزهای پسین گفتگوها و رایزنی ها برای ایجاد گروه های انتخاباتی و معرفی نامزدان برای انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان میان شورای حراست و ثبات، حزب اسلامی حکمتیار و احزاب و نهادهای دیگر نیز ادامه دارد. دو تن در شهر کابل در روز روشن و پیش چشم همگان از سوی افراد مسلح ناشناس گلوله‌بران شدند. وزارت امور داخله میگوید در این رویداد که در ساحه حوزه سوم امنیتی شهر کابل رخ داده است، افراد یاد شده به شدت زخم برداشتند. به گفته وی مهاجمان پس از انجام رویداد فرار کردند. این دو نفر که تا حال هویتشان مشخص نشده است، نزدیک ساعت 11:30 پیش از چاشت امروز در چند صد متری پاسگاه پلیس در نزدیکی سیلوی مرکزی از سوی مهاجمان هدف تیراندازی قرار گرفته و زخم برداشتند. این گواهان رویداد از وضعیت امنیتی پایتخت کشور سخت ابراز نگرانی کرده و مسئولان امنیتی شهر کابل را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. اول نگرانی نمی‌نی سوبر یک رنگ مردم کشتن در ساعت 11 بجا در این سرک در جادی عمومی چه رقم امنیت است؟ چوری خچی چوری زی پلیس است؟ چه رقم چوال است؟ بسیار وضعیت امنیتی کابل خراب است. ما چی کنیم؟ ما خود من یک دست فروش هستم، حیران ماندیم بر نان روز شب روز ما چی پیدا؟ ما که تو باشیم در دولت ما هیچ چیز نمیخواییم، این دولت نیست. اما سخنگوی وزارت امور داخله از آغاز بررسی ها در این مورد خبر میدهد. این موضوع را باید همه جانبه بررسی بکنیم، به ما فرصت بده نتما با مسئولین مربوطه و خصوص مسئولین حوزه مربوطه صحبت میکنیم که به این مشکل به صورت جدی رسیدگی شد و عاملین ایام شناسایی و بازداشت شد. این در حال است که رویدادهای امنیتی در روزهای پسین بیشتر شده و سبب نگرانی باشندگان پایتخت شده است. حکومت برای انجام گفتگوهای صلح برد مشورتی ملی را ایجاد می کند. ریاست جمهوری می گوید این برد در کنار شورای عالی صلح کار می کند و در بخش فنی گفتگوها و صلح با طالبان نیز دخیل است. اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند تعداد ساختارهای موازی روند صلح را پیچیده تر ساخته و هزینه هنگفتی را بر حکومت تحمیل میکند. این روزها که به گمگاه‌های صلح افزایش یافته است، حکومت در کنار شورای عالی صلح برد مشورتی ملی را ایجاد می‌کند. اعضای این برد از 34 ولایت کشورند که در گفتگوهای صلح با طالبان نیز نقش خواهند داشت. یک برد مشورتی برای صلح جور می‌شود که با تیم تکنیکی حکومت و شورای عالی صلح هماهنگ برای پروسه صلح کار کنند. شورای عالی صلح در مورد ایجاد این برد و سودمندی آن چیزی نمیگوید، اما حکومت میگوید این برد مشورتی در کنار شورای عالی صلح کار میکند. اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند ایجاد اداره های موازی پیچیدگی و تعدد نظر را در روند گفتگوهای صلح بیشتر میسازد. بازم خب اون برد معمول معنا را میده، یک برد مرکزی داشته باشه و در ولایت ها نماینده خود داشته باشه یا از ولایت ها در اینجا بخواین
از اونا مشوره بگیرن و مصلحت ببینن اینا باز کار خود آغاز کنن و شو یک پروسه دراز مدت. حکومت گفته است هدف از ایجاد این بورد مشورتی ملی سهم ساختن تمام مردم افغانستان در این روند است، اما باورها بر این است که ساختار شورای عالی صلح نیز ملی میباشد، اما علت این که در کارهایش موفق نبوده نداشتن توان تصمیم گیری است که این بورد مشورتی نیز با آن روبرو خواهد بود. جنگی که علی افغانستان تحمیل شده یک جنگ پیچیده است و اساسا قدرت کم در دست داره اما قدرت های بیرونی افغانستان است. تصمیم ایجاد بورد ملی مشورتی دیروز از سوی رئیس جمهور غنی گرفته شده و قرار است تا 3 روز دیگر فهرست اعضای آن از سوی والیان ولایت ها در اختیار کاخ ریاست جمهوری قرار گیرد. دبیر کل ناتو در افغانستان میگوید افزایش تلفات نیروهای امنیتی برای آنان قابل پذیرش نیست و ناتو تلاش میکند که برای مهار این وضعیت نیروهایش را بیشتر نماید. وی تاکید میکند که اعضای ناتو برای همکاری با حکومت افغانستان در تعهداتش پابند است. رئیس جمهور غنی نیز در این نشست صلح پایدار را خواست هر شهروند کشور دانسته و پایان جنگ در کشور را نیازمند همکاری های منطقه‌ای میدانند. فیض ملک با اجازه بیشترین گزارش. نو وقت امروز ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو با برخی از مقام های نظامی ناتو وارد کابل شد. وی در نشست مشترک با رئیس جمهور غنی از کمک های ناتو برای افغانستان تعهد سپرد و اعلام آمادگی کرد. وی همچنان افزایش تلفات نظامی کشورها یک تراژدی دانست و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. ناتو برای پشتیبانی از نظامیان افغانستان پابند است و برای تقویت این نیروها تلاش میکند. ما افزایش نیروهای امنیتی را یک تراژدی دانسته و که برای بیرون رفت از این چالش ها تلاش میکنیم. نیروهای خود را برای همکاری با نظامیان افغانستان بیشتر بسازیم. وی از طالبان میخواهد که از خشونت دست بردارن و دیگر مکانهای عامل منفرا آماج قرار ندهند و از روند صلح به رهبری افغانها پشتیبانی نمایند. طالبان باید بدانند که جنگ راه حل نیست و باید از روند صلح افغانستان بر رهبری افغانها پشتیبانی نمایند و به این روند بپیوندند و از خشونتها دست بردارند. رئیس جمهور غنی نیز در این نشست صلح پایدار را خواست هر شهروند افغانستان دانسته و پایان جنگ را در افغانستان نیازمند همکاری منطقه‌ای و جهانی دانست. او در افغانستان ولس هیچ بل شی نگواری، بلکه دا چی په سوله، په ثبات او په همکاری او منطقوی همکاری او بین المللی همکاری فضا کې ژوند وکړي. آقای استولتنبرگ همچنان در این نشست حضور بانوان در انتخابات مجلس نمایندگان را امیدوار کننده دانسته و باور دارد که جامعه جهانی برای تقویت این روند با مردم افغانستان همکار باقی میماند. با آنکه در سالهای پسین میلیاردها دلار در بخش معارف هزینه شده است، اما فساد سبب شده تا چالش‌های بسیاری در این نهاد حل نشده باقی بماند. مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می‌افزایند از مجموع 113 سفارشی که آنان در یک سال پسین برای جلوگیری از فساد و بهبود وضعیت معارف به این نهاد پیشنهاد کرده بودند، بخش بزرگ آن عملی نشده است. فساد در نهادهای آموزشی در کشور موردی که همواره با انتقادهای بسیاری به همراه بوده است. مسئولان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می افزایند از مجموع 113 سفارشی که آنان در یک سال پسین برای جلوگیری از فساد و بهبود وضعیت معارف به این نهاد پیشنهاد کرده بودند، بخش بزرگی از آن از سوی این نهاد عملی نشده است. هیچ یک از سفارشات ما به اراده بودن وزارت معارف بخش دیگری از نگرانی این نهاد است. برخی همونطور که همکار ما اشاره کردن احتیاج به این داره که اراده وزارت محترم معارف را ما داشته باشیم. مسئولان این نهاد از وزارت معارف خواستهای نیز دارند. خواهش مویی است که در سفارش که اینا اگر از ما کمک ضرورت داره که اگر برشان واضح نباشه و میخواین که ما برشان واضح بسازیم یا ما از تحقیق خود برشان بگیم که چطور میتونین این را عملی بسازین، ما همیش در خدمتشان هستیم. وزارت معارف هرچند وجود چالش ها در این وزارت را میپذیرد، ولی از تلاش ها برای ریشه‌کن کردن فساد در نهاد خبر میدهد. وزارت معارف افغانستان بعد از نشر اولین گزارش میک یک پلان عمل مبارزه با فساد اداری را در وزارت ایجاد کرد. فعلا یک کمیته بسیار عالی رتبه در وزارت معارف
به نام کمیته مبارزه علیه فساد اداری وجود داره. ما در این راستا کار میکنیم. با این همه نبود کتابهای درسی، کمبود آموزگاران مسلکی، استخدام آموزگاران به گونه غیر قانونی، نبود ساختمان برای دانش آموزان در بخشهای گوناگون کشور، ناامنی، غیرحاضری شاگردان و مداخله شماری از زورمندان محلی در امور معارف بخش دیگری از نگرانی هایی است که از سوی این نهاد مطرح می شود. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. ادامه خبرها. صبح امروز دهلیز هوایی میان افغانستان و چین از سوی رئیس جمهور غنی گشایش یافت. در نخستین محموله صادرات کشور 30 تن جلغوزه به چین صادر شد. در این مراسم رئیس جمهور غنی 15 اقرب را روز ملی جلغوزه اعلام کرد و به وزارت زراعت هدایت داد که اتحادیه سرتاسری جلغوزه را ایجاد کند. در همین حال مسئولان سفارت چین گفتند که کشورش علاقمند خرید زعفران، میوه خشک و تازه افغانستان است. گشایش دهلیز هوایی افغانستان و چین امروز از این طریق 30 متریک تن جلغوزه به چین صادر شد. رئیس جمهور غنی در این مراسم جلغوزه، پسته و گیاه زیره افغانستان را خزانه پنهان کشور دانست و سرمایه گذاری برای رشد آن سخن زد. آقای غنی در مراسم نخستین صدور جلغوزه به چین 15 اقرب را روز ملی جلغوزه اعلام کرد. امروز یک روز تاریخی است. خزانه پنهان ما به ثروت ملی ما مبدل میشه. به افتخار از این روز بعد از این 15 اقرب به روز ملی جلغوزه هر سال تجلیل خواهد شد. مسئولان بخش خصوصی میگویند در 3 گذشته به ارزش 67 میلیون دلار جلغوزه به بیرون صادر شده است. مش حق قانونی همکاری چی باید از مش سره حکومت وکری او دو حکومت سره مداخله وزوده پدی کیم ستاسی توجه ورنور. مسئولان سفارت چین در این مراسم گشایش دهلیز هوایی افغانستان و چین را دستاورد بزرگ به هر دو کشور می دانند. خوشحالم که با هواپیما به گونه مستقیم به چین صادرات آغاز شد. چین خریدار زعفران و میوه خشک تازه افغانستان است و به زودی صادرات انار افغانستان به چین نیز آغاز می شود. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید بیش از 43 هزار هکتار زمین زیر پوشش جنگل های جلغوز است و سالانه 23 هزار متریک تن در کشور تولید می شود که ارزش مجموعی آن به 450 میلیون دلار می رسد. و نمایندگی ارائه خدمات مخابراتی و فروشات شرکت مخابراتی روشن امروز در گلبهار سنتر گشایش یافت. مسئولان این شرکت مخابراتی میگویند آنان هم اکنون 10 مرکز ارائه خدمات و فروشات خود را در سراسر کابل ایجاد کردند و کمتر از نصف کارکنان این نمایندگی ها بانوان می باشند. امروز 10 نمایندگی ارائه خدمات و فروشات شرکت مخابراتی روشن در گلبهار سنتر گشایش یافت. مسئولان این شرکت مخابراتی هدف از گشایش این مرکز را ارائه خدمات بهتر به شهروندان دانسته و تاکید می ورزند که در حال حاضر بیشتر کارکنان نمایندگی های این شرکت مخابراتی بانوان می باشند. زموک ده خویند و ده پار دکانون هم جور کردیم. زموک خویند هم که ودشی چه هم دقیم کم خدمت چه دلتل در اومو دیگوی چخده پا نور و ورو دکانونو که یا پا ورو مرکزونو که دی خدمت چخده مستفید شی. حقال که پا کندهار که پا هرات که پا مزار که او پا کابل که او پا نجده وقت که یا پا غزنی که هم ودارو. وان ساب شاب خبر تاسو کنه چه کستمر تا خسر ویس ورکی زبا دده دغاو کم چه دده سمرا اهمیتی کستمر دا پارا چه بیل بیل میزونو تلار نش. در همین حال مسئولان اداره تنظیم خدمات مخابراتی می گویند در 16 سال گذشته بیش از 173 میلیارد افغانی در بخش مخابرات در کشور سرمایه گذاری شده است و این کار توانسته است زمینه کار بیشتر را برای شهروندان فراهم کند. مخابرات به سکتور که به تیر و 15 یا 14 کرونو که 1.3 میلیارد افغانی پنگا چونه شویدن چلدی جمله نه تقریبا 15 میلیارد شاوخوا در روشن مخابراتی شرکت کردن. با این همه مسئولان شرکت مخابراتی روشن میگویند آنان در حال حاضر بیش از 700 میلیون دلار را در کشور سرمایه گذاری کرده و بیش از 6 میلیون مشتری دارند و افزون بر آن برای 35 هزار تن شغل ایجاد کرده اند. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور.
با ادامه خبرها خوش آمدید. مردان مصالح ناشناس دیشب دست کم 79 دانش آموز و 3 تن دیگر مشمول مدیر یک مکتب شبانه روزی در غرب کامرون را ربودند. بر بنیاد گزارش ها با گفته مقام ها این رویداد دیروز در شهر بامندادا واقع در شمال غرب آن کشور روی داده است. همکنون یک عملیات گسترده برای یافتن دانش آموزان با شرکت ارتش کامرون در جریان است. گارد ساحلی اسپانیا میگوید که در جریان 24 ساعت گذشته نزدیک به 17 پناهجو که تلاش داشتند با استفاده از قایق خود را به ساحل آن کشور برسانند غرق شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، پناهجویان آفریقایی تلاش میکنند با استفاده از قایق‌های کوچک غیر معیاری از لیبیا خود را به اسپانیا و یا ایتالیا برسانند. گارد ساحلی اسپانیا همچنان گفته است که قایق‌های نجات توانستند 100 پناهجوی دیگر را نیز از دریا نجات دهند. و وزارت خارجه ترکیه بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران را نکوهش کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد وزیر خارجه ترکیه گفته است که منزوی ساختن ایران خطرناک است و تنبیه کردن مردم آن کشور نیز عادلانه نیست. او گفته است که وضع تحریم بر ایران نتیجه بخش نیست و اختلاف‌ها باید از راه گفتگوها حل و فصل شوند. با پایان سرویس خبری از ساعت 6 از خورشید رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.